سلام دوستان، خب تو اینجا میخوایم در خصوص نرم افزار مدیریت سبد سهام ها صحبت بکنیم. قبل از اینکه شروع به صحبت بکنیم، اگر برای بار اول هست که این اکسل رو باز میکنین، ممکنه یه ریبون زرد رنگ ببینین، در واقع دو تا ریبون زرد رنگ میاد که میبینین. این به خاطر این هستش که ما این نرم افزار رو بر اساس ماکرو توی اکسل توسعه دادیم، برنامه‌نویسی توی اکسل شده و گفته که باید واسه این قضیه باید اینیبل ویو رو حتما بزنین. پس اول باید این زرد رنگ رو اینیبل کنین، دو تا میادش، بعد این هم یه دونه به خاطر ماکرو میادش که باید اون رو هم اینیبل کنین و دومی رو هم اینیبل کنین. خب حالا میتونین نرم افزار رو کامل مشاهده و استفاده بکنین. خب این نرم افزار در واقع واسه این قضیه توسعه داده شده که به شما بتونین سهام هایی که خریداری میکنین رو ثبت و در زمان سهامداری وقایعی که واسه تون رخ میده اونا رو هم ثبت کنین و فروش های خودتون رو هم ثبت کنین که بتونین ببینین آقا الان توی سبدتون چه سهام هایی رو دارین، چه قیمتی خرید کردین اونها رو و وقتی که میفروشین چقدر سوداوری بهتون نصیب شده. در واقع این اعداد رقم قیمت هایی که توی واسه سهام هست هیچ کدوم به صورت اینترنتی آپدیت نمیشه خودکار و خودتون وارد میکنین و این قضیه در واقع برای شما هستش که بتونین قیمت خرید و فروشتون رو به راحتی ثبت بکنید. خب ما توی برگ نخست این نرم افزار ثبت اطلاعات داریم، توی برگ دوم سبد و گزارش عملکرد هستش. بقیه برگ ها رو در واقع لازم ندارید، این برگ ها رو میتونید هاید کنین. اصلا مثلا بیاین اینجا نمادها، این قضیه این رو هاید بکنین، مشکلی نداره، هر وقت هم خواستی میتونین آن هایدش کنین دوباره. این به خاطر این هست این برگه ها در واقع واسه ثبت اطلاعات استفاده میشه و هر اطلاعاتی که توی اینجا در واقع میزنین رو میتونین ثبت بکنین، توی این برگه ها میاد میشه تو برگه مخصوص به خودش میشینه تا ما از این در واقع اطلاعات بتونیم استفاده بکنیم و سبد و گزارش خودمون رو تهیه کنیم. خب بیاییم تو قسمت ثبت اطلاعات. ما ثبت اطلاعات که میخواییم بکنیم، همونطور که با متخصصین در واقع بازار هم صحبت کرده باشیم، یا قبل از اینکه خرید بکنین بیاییم ببینین آقا چه تاریخی، بیاییم یه تحلیلی بکنیم چه تاریخی مناسب ورود شما هست، با چه قیمتی باید بیاییم و چه تعدادی بخواییم. قبل اینا رو مشخص کنین و بیاییم واسه خودتون یه تارگتی رو تعریف بکنین، تو چه زمانی بهتره که بفروشین، چه تعدادش رو بفروشین و یه تارگتی واسهش تعریف بکنین. و در واقع یک اطلاعات جانبی هم اینجا ممکنه وجود داشته باشه، مثلا من اومدم این سهم رو به خاطر سود تقسیمی که قراره من بده خرید کردم. خب اینا رو بهتره که داشته باشیم توی پیش بینی، قرار افزایش سرمایه بده، قرار سود تقسیمی بده، حتی آستانه ضررتون چقدر هست و حتی آستانه سودتون چقدر هست. ثبت اطلاعات به صراحت راحت هستش، شما کافیه که بیاین نمادها رو انتخاب بکنین. در واقع ما نمادها و اینا رو از قبل یه سری تعداد رو زدیم و خب واسه تست بوده که این نرم افزار رو بتونیم نشون بدیم، اما اگر بار اول هست که میخواین نرم افزار استفاده، وقتی اینو باز کردین پاکسازی اطلاعات رو بزنین. من در آخر پاکسازی اطلاعات رو نشون میدم چون همه رو میاد خالی میکنه. الان فرض کنیم مثلا یه نماد جدید به عنوان تست میخوام استفاده بکنم، این تست رو کافی اینجا بنویسم و ثبت بکنم. وقتی که اضافه کردم نماد تست، حالا هر نمادی که میتونه باشه، من واسم مناسبه که این رو توی مثلا 15 مهر 1398 خرید بکنم، یه پیشبینی خرید واسش میزنم. چه تعداد مناسبه بخرم؟ مثلا 100 عدد از این سهم رو میخوام بخرم به قیمت مثلا 1000 ریال. خب در مجموع اینجا یه فرمول هست که کل سرمایه گذاری در حال حاضر 100,000 ریال هستش. میدونیم چون توی بورس در واقع به ریال کار میکنم، ما هم اینجا ریال میگیم ولی شما میتونید تومن هم کار کنید، بسته به خودتون هست. ما اینجا کرنسی، ما اینجا ارز تعریف نکردیم که بر اساس چرزی، حتی میتونید با دلار و هر چیزی که دارین کار میکنین هم اینجا ثبت بکنین، هیچ تفاوتی نداره. حتی سکه و دلارتون هم میتونید با این مدیریت بکنین اگر خرید و فروش میکنین. خب یه هزینه کارگزاری وجود داره. وقتی که ما سهام خریداری میکنیم، در واقع هزینه کارگزاری میگیرن از ما، واسه اون کارگزاری که خرید انجام میده. یه هزینه در واقع بورس داره از ما میگیره، یه هزینه داره
در واقع شرکت اینترنتی بورس میگیره و هزینه چند تا هزینه مختلف داره که ما همه اینا رو در نظر گرفتیم. هزینه کارگزاری هزینه ثابته، یه درصدی از خرید و درصدی از خرید تعداد خرید شما هست اصولا، ولی کارگزاری به کارگزاری ممکنه فرق بکنه. به خاطر این ما اینجا فرمول ننوشیم و شما میتونید مثلا وقتی که خرید رو انجام میدین یا قرار خرید رو انجام میدین بر اساس کارگزاری پیش بینی بکنین توی خرید هاتون، توی قسمت در واقع میبینیم که به ازای هر خرید یا فروش چقدر هزینه گرفته کارگزاری. مثلا واسه خرید ما مالیات نداریم، اما واسه فروش مالیات هم داریم که باید به این اضافه بشه. مثلا تقریبا 2000 تومان شاید واسه این در اومده باشه، البته واسه این فکر میکنم 200 ریال در اومده در بیاد مثلا پیش بینی که آدم میتونه بکنه واسه یه چنین خریدی. خب یه چنین کل سرمایه گذاری لازم برای این خرید میشه 100200 ریال. پیشبینی فروش رو من فرض میکنم مثلا میخوام این سهم رو برای مثلا یک سال نگه دارم، یعنی این رو توی 15399 بفروشم با قیمت مثلا 200 تعداد 100 تا، البته شاید یه افزایش سرمایه هم فرض میکنیم داشته باشه، تعداد فروش 150 تا فرض میکنم افزایش سرمایه داره و قیمت مناسب فروشم هم بر فرض 2000 میذارم، 2000 ریال میذارم که هزینه کارگزاریش اصولا واسه فروش بیشتره و چون مالیات هم میاد بهش که میشه اینقدر و از اون جمع مبلغ کم شده چون هزینه است دیگه، اینقدر سود کردم 250 ریالش رو دارم میدم بره که کم میشه از ما. اطلاعات جانبی فرض میکنیم که مثلا اینجا ما این سهامداری که داریم انجام میدیم 1000 ریال 100 تومن سود به ما میده و اندازه 50 تا افزایش سرمایه خواهد داشت. حد ضرر رو واسه خودم تعیین میکنم، مثلا میگم اگر از 800 ریال کمتر داشت میشد، یعنی رسید به 800 ریال من میفروشم دیگه چون ضرر میکنم، و حد داستان سودم هم مثلا فرض کردم اینجا قیمت مناسب فروش من 2000 تاست، اگه دیگه مثلا تو 2000 رو تا 1900 وای میستم بر فرض، یا اونجوری در نظر بگیم تو 2200 هم من میتونم وایستم ممکنه برسه خب، و اینجا حتی آستانه سودم، ولی میگم اگر بیشتر از این رفت ممکنه یهو بریزه دیگه بیشتر نمیخوام این کار رو داشته باشم. خب اینو ثبت میکنم، وقتی که ثبت بکنینش میره تو قسمت پیشبینی ها تو این جدول میشینه اطلاعات ثبت شما، و موردی که هستش میتونین حذف بکنین، اگر اینو حذفش بکنین دقیقا از این جدول حذف میشه. خب پس این ثبت اطلاعات و حذف اطلاعات دقیقا تو هر جدول مخصوص به خودش این اطلاعات میره ثبت میشه. و حالا این قضیه مثلا ما اگر چند تا بزنیم بر فرض مثلا من یکی دیگه هم واسه تاریخ 20 بذارم، میخوام یه امتحانی با هم دیگه بکنیم، این هم ثبت میکنم. و وقتی که من برم روی نماد دیگه ای مثلا نماد رنیک رو بیارم، پیش بینی نکرده بودم واسه رنیک چیزی، حالا تست میذارم، خب ناگهان آخری یعنی 20 رو داره به من نشون میده و اگر قبلی رو بذارم میره 15 رو نشون میده. اینطوری من میتونم بین پیش بینی های مختلف مربوط به یک نماد حرکت بکنم و پیش بینی های مختلفم رو ببینم. و وقتی که بر فرض تاریخ 20 اومدش، من میتونم بیام خریدمو بکنم بر اساس پیش بینی که داشتم، میام خب اینو چک میکنم ببینم خب کدوما رو میخواستم بخرم، مثلا من نماد تستمو میخواستم بخرم، میام میبینم تا تاریخ 20 قراره بخرم، تاریخ 20 شده بر فرض 22، دیدم موقع قیمتو مناسب نبوده تاریخمو عوض کردم و 22/7/1398 من خریدم رو به تعداد مثلا 100 و بیشتر خریدم، این دفعه 150 تا رو با قیمت 1100 ریال خریدم، دیدم ای داره دستم میره دیگه باید بخرم، زیادم خریدم، پول دستم اومده گفتم بیشترم بخرم، هزینه کارگزاریش مثلا شده 300 ریال. اینجا دیگه اطلاعات واقعی رو میزنیم واسه خرید، یه توضیح هم می‌نویسیم، دیدم در حال رشد مثلا و خرید رو بیشتر انجام دادم. خب گفتم احتمالاً رشد میکنم واسه همین خرید کنم و دوباره ثبت رو میذارم. اگر چند بار خرید کرده باشم دقیقاً با اینا میتونم این ور اون ور برم، حالا تو موارد دیگه بهتون نشون میدم. اینجا هم ما نکات مربوط به شرکت رو میبینیم، مثلا شرکت تست دارای بنیاد قوی و تکنیکال
خوبی است و حالا هر چیزی که تحلیل داشته و بهتر است سریع‌تر مثلا خرید انجام بشه. هر تحلیلی که دوست دارین واسش می‌نویسین که تو زمانی که دارین بررسی می‌کنین نکات مربوط به اینو می‌تونین ریویو کنین، مثلا قبلاً چی نوشتین، بعداً چی نوشتین، همینطور موارد مختلف رو می‌تونین ریویو بکنین. خب وقتی که خریدها رو بزنیم توی قسمت خرید تست ما نشسته، تو قسمت نکات هم تست مربوط به نکته ما نشسته. مثلا اینجا واسه ذوب من دو تا نکته گذاشتم، اگه بیام مثلا توی نماد ذوب میتونم ببینم که من نماد ذوب رو وقتی انتخاب میکنم میتونم مثلا نکاتی که واسه این نماد نوشتم رو ببینم و بر اساس این خریدهای آیندم رو بهتر پیش بینی کنم. چی کار کردم اون موقع، چی تو ذهنم بوده که اینو خریدم، یا چه فکری در مورد این شرکت میکنم، شرکت خوبی از دیدگاه من، خوبی نیستش و غیره. خب در زمان سهامداری مثلا برگردیم به تست، در زمان سهامداری هم من تاریخ واقع مثلا سودی به من داده یا افزایش سرمایه‌ای داشته، مثلا تو تاریخ 3 آبان 98 من از افزایش سرمایه داشتم. نوع واقعم رو باید ثبت کنم جا، مثلا افزایش سرمایه. خب و افزایش سرمایه تعداد بوده، مثلا 150 تا و 50 تا افزایش سرمایه داشته، 50 تا سهم به من انجام شده. حالا نها کنین دو نوع ما در واقع افزایش سرمایه داره، یکی اینکه رو خود سهمامون میادش و افزایش پیدا میکنه، یکی اینکه به صورت مثلا حق تقدمی به ما میدن بر اساس یک نماد دیگه. اگه رو خودش بیاد افزودن تعداد سهام رو باید بزنم که به تعداد سهمای من افزایش پیدا بکنه، یا اینکه بیام یه خرید صفر دیگه واسه نماد تست بزنم. مثلا اگه اینجا من ثبت بکنم افزودن تعداد رو، روی تعداد سهمایی که من در حال حاضر دارم افزایشی ایجاد نشده اگر توجه کنین. خب باید بیام یه خرید دیگه ای باسش بزنم واسه افزایش سرمایه تو تاریخ 3/8 و با قیمت صفر و تعداد 50، هزینه هم صفر بوده واسه کارگزاری، و من اینجا افزایش سرمایه می‌نویسم و اون وقت اگر اینو ثبت بزنم می‌بینیم که به تعداد سهم‌های کنونی من اضافه شده. یه نوع دیگه افزایش سرمایه داریم که به صورت یک نماد دیگه‌ای به من میدم. اون وقت باید بیام اینجا مثل مثلا من اینجا واسه من رخ داده بود واسه نماد پارسیان ه بودش، من نماد پارسیان رو خرید کرده بودم قبلاً، یه افزایش سرمایه داشته واسه من که من اینجا اینو ثبت کردم، اما بر اساس یک نماد دیگه پارسیان هی افزایش سرمایه داده بود که من این نماد رو واسش جداگونه ثبت کردم و تعدادم رو اینجا نوشتم که سهام جایزه پارسیان بودش، و اینم نحوه ثبت افزایش سرمایه. اما اگر ما افزایش نقدی داشتیم چطور؟ افزایش نقدی فرض کنیم مثلا من تو تاریخ 9/30 هم این شرکت به من افزایش سوددهی داده، سود داده به من، و این سوددهی به صورت افزایش نقدی بوده و به مقدار مثلا 200 ریال به من سود رسونده، و اینجا من این رو کافیه که افزایش نقدی سود شرکت تست، و این افزایش نقدی رو اگر ثبت بکنم میبینیم که سرمایه گذاری من اینجا 165300 تاست، کل سود 20 به دست اومده منفی 165100 تاست، یعنی در واقع این 200 رو اینجا واسه من اعمال کرده که سود کردم. خب و هنوز این روی درآمد نیومده، روی سود اومده چون جداگونه اضافه شده. اما حالا وقتی که من فروش رو داشته باشم مثلا تو تاریخ 20/7/1399 وقتی که من میام به قیمت برفرض 2100 مثلا فروشم رو انجام دارم میدم و تعداد فروشم کلشه که 1150 تا سهم هستش، من اینجا تعداد و قیمت رو اشتباه زده بودم، 1100 تا تعداد خریدم 150 تا قیمت خرید زده بودم. خب اگر بخواین یه چنین چیزی رو اصلاح کنین باید اول حذفش کنین و بعد اصلاح رو انجام بدین. بر فرض من اینجا الان میخوام این رو حذف کنم و قیمت رو در واقع تعداد رو بکنم 150 تا، چون میخواستم قیمت رو بکنم 1000 تا. خب و اون وقت دوباره ثبت رو انجام بدم.
اگر توجه کنید تعداد سهام کنونی 100-200 تا شده، چون 50 تا هم جایزه بوده اگر بیایم اینجا دیگه بیم این برتر یا قبل‌تر شده. خب چون افزایش سرمایه شد، من اینطوری میتونم اصلاح هم رو هم انجام بدم. خب قیمت فروشم برابر با چقدر بودش؟ 2100 تا. تعدادی که الان دارم 200 تا هستش که میخوام کل 200 تا رو بفروشم. هزینه کارگزاری منم تقریبا میشه مثلا 300 تا که در مجموع میشه 419700 ریال درآمد من میشه، که اگر اینو ثبت بکنم میشه کل درآمدم اینقدر که بر اساس فروش میاد، کل سرمایه گذاری من، هزینه‌ای که کردم اینقدر بود، سود من یعنی افزایش قیمت و سود نقدی که به دست آوردم با افزایش سرمایه در مجموع شده 269600 ریال. خب اینم نحوه کار کردن با این فرم. بعد اینکه با این فرم کار کردین، شما فقط با این دوتا در واقع برگه لازم دارین، میتونین بیاین اینجا. اول از همه باید یه آپدیت بزنین که سبدتون و گزارش آپدیت بشه. وقتی تغییرات اعمال میشه یه آپدیت باید بکنین و بعد حالا میتونین بگین که آقا من ناکنین نماد تست من اینجا نیستش، به خاطر اینکه من فروختمش، الان تو سبد من نیست. اون چیزایی که آنلاین تو سبد من وجود داره اینجا نشون داده میشه. در حال حاضر مثلا من وپارس اینقدر دارم، سود نقدیشم پیش بینی کرده بودم مثلا نکته‌ای که نوشته بودم در موردش آخرین بار سود نقدی خوبی میدهده، میتونم اینو بیام حذف کنم و دوباره ادیتش کنم و ثبت کنم. آخرین قیمت خریدم اینقدر بوده، یعنی من وپارسو به این قیمت خریدم و به این تعداد و ارزش خرید من اینقدر بوده. هنوز چیزی نفروختم که ارزش فروش داشته باشم. اما اگر ذوب رو نگاه کنیم، من ذوب در حال حاضر 1600 تا سهم دارم، نکته ننوشتم. آخرین قیمتی که خرید کردم ممکنه 3 4 بار خرید کرده باشم، 19 20 بوده، که الان ارزش اون 2,575,000 ریال هستش، حالا کلی بگم. و آخرین قیمتی که فروخته بودم، چون یه ست خرید و فروش کرده بودم زوبو، یه ست خریدم فروختم دوباره خریدم، آخرین قیمت فروشم 16.70 بوده. خب دیدم رفته بالا، خوبه که دوباره بخرم، دوباره خریدم و الان انتظار دارم که قیمت بیشتری بفروشم برفرض. خب مثلا قیه شکر هم همینطور، من اگه بیام اینجا گفتم قیه شکر خرید دوم، چون شنیدم قیمت شکر داره میره بالا، رفتم خریدم با این قیمت، ولی الان نمیدونم چه قیمتی هست. الان میتونم برم مثلا تو اینترنت ببینم که تو سبد چه قیمتی هست قیمت قیه شکر. اگر فروختم قیمتش رو اینجا میزنم، مثلا بیام اینجا تو ثبت اطلاعات، من اگر قیه شکر رو انتخاب بکنم، سبدی که در حال حاضر تو سهمام هستش، من هنوز فروش نداشتم، یه بار خریدم، دو بار خرید کردم ولی فروشی نداشتم. دفعه اول توی 5-6 خرید کردم به خاطر تحلیل تکنیکی که انجام دادم، دیدم پرچم زده و گفتم سود میده. بعد اومدم دوباره هم خرید کردم، دیدم قیمت شکرم رفته بالا، پس حتما میره دیگه بالا، بخاطر این دوباره خرید کردم. دفعه اول با قیمت 18 خریدم، دفعه دوم با قیمت 19 خریدم. خب یه گزارش دیگه هم ما توی این صفحه داریم، در واقع گزارش عملکردی شما هستش، یک بر اساس در واقع سهم هاتون هست. مثلا سهم تست هم اگه توجه کنید اینجا الان اضافه شده. خب الان سپاهان من بیشترین سود رو داشتم، رنیک چون مثلا هنوز فروشی نداشتم جزو در واقع سهمایی هستش که سرمایه گذاری کردم روش. اما اگر خبهمن رو توجه کنین، خبهمن معلومه که من یه بار خریدم فروختم و ضرر کردم. خب و شنبادم به همین صورت، شنبادم من یه بار خریدم و فروختمش و الان تو سبد من نیستش، اما رنیک تو سبد من هست. خب رنیک رو نها کنیم، تو سبد من هستش، به خاطر همین میدونم که این در واقع مبلغ سرمایه گذاری من هست یه جورایی، این درآمد منهای در واقع سرمایه گذاری من هست. اگر فروشی نداشته باشین سود رو نشون نمیده، مثلا وپارس الان توی ضررم به خاطر اینکه سرمایه گذاری کردم و توی پورتفوی من هستش، اما شنبادو فروختم و ضرر نهاییمو داره به من نشون میده. و یه نمودارم اینجا وجود داره توی این صفحه دوباره که در واقع خرید و فروش و سود من رو بر اساس سال و ماه و روز داره نشون میده، میگه آقا تو این ماه و روز تو داری اینقدر خرید کردی، اینجاها فروختی و
فروشت به این قیمت بوده، خب در میلیون مثلا 25 میلیون ریال 2 میلیون و 500 تومن و 1 میلیون و 500 من خرید کرده بودم تو این روز و اینقدر فروختم و سود کلی من تو این روزهای مختلف به این صورت بود. مثلا اینجا من بیشتر سرمایه گذاری کردم و در واقع ضرر گذاری، اینجا خرید و فروشی نداشتم و در واقع صفر هستش خرید مقدار سود من، سود زیان من. خب این جدولش توی اینجا قرار داره، میتونین ادیتش کنین به صورت پیوت تیبل. افرادی که با اکسل آشنایی دارن میتونن به راحتی انواع اقسام نمودارها و اطلاعات و گزارشایی که میخوان رو هم از این واسه خودشون استخراج کنن که عملکردشون رو بررسی کنن. من چون به خاطر اینکه نمیخواستم اکسل سنگین بشه یا هر کسی یه جور گزارشی لازم داره رو فقط این چند تا کلی رو قرار دادم. و یه گزارش مهمی هم که این بالا وجود داره میگه آقا در حال حاضر 9 تا شرکت فعال داری، در مجموع اینقدر سهم تو دستته و مجموع ارزش سهام سبدت 6 میلیون ریاله بر فرض، و تعداد کل سهم هایی که تا الان خریدی 26000 سهم، 26544 سهم بوده که خرید کردی، در کل هم اینقدر فروختی و مجموع سود نقدی اون سودی که شرکت بهتون میده اینقدر بوده. یعنی مثلا من اومدم نها کنین توی اینجا توی وقایع من یه 36000 تومان از بفرش گرفتم، یه 200 از تست گرفتم، این افزایش سرمایه بوده. این مجموعش توی اینجا نشون داده میشه، میگه اینقدر سود نقدی گرفتی از شرکت ها. حالا در کل مجموع سرمایه گذاری که تا الان انجام دادی، مثلا خرید و فروش فرقی نداره، مثلا خریدی دوباره فروختی، مجموع سرمایه گذاریت میشه 9,898,000 ریال و مجموع درآمدت یعنی فروشایی که داشتی 40 میلیون ریال بوده، ولی مجموع سود خالص تو یعنی در کل چه خریدی که کردی، مقدار درآمدت منهای مقدار فروشی که داشتی به اضافه سود نقدی که گرفتی به اضافه در واقع منهای مجموع ارزش سهامت، یعنی اینم کم کردی، یعنی سود خالصی که تا الان من بردم از خرید و فروش و سود نقدیم که 3,400,000 ریال بوده که میشه 340,000 تومان در کل من سود کردم با سرمایه گذاری توی بازار سهام. اینم از در واقع تعریف این اکسل و نحوه کار کردن باش. دو تا دکمه اینجا مونده، وقتی که شما این اکسل رو باز میکنین واسه بار اول یه پاکسازی اطلاعات بکنین. وقتی که اطلاعات رو وارد کردین، مثلا یه سال گذشته من کلا سهمامو یه دور فروختم سبدمو، حالا میخوام سبد جدید تشکیل بدم، بعضی وقتا نمیخوام دیگه سبد قبلیمو داشته باشم، کافیه یه ذخیره سازی اطلاعات رو اینجا بزنم که کل اطلاعات اینجا ذخیره بشه واسه مثلا بقیه موارد، آرشیوش کنم واسه خودم. حالا من اینجا کنسل میکنم، این واسه آرشیو سازی کل اطلاعات مربوط به پیشبینی ها، خرید ها، فروش ها، وقایع و نکات شماست، خب که میتونین یه بکاپ بگیرین. و حالا میخوام از اول دوباره اکسل صفر شروع کنم که پاکسازی اطلاعات رو میزنم. اگر مطمئن نبودین نو کنین، اگر مطمئن هستید که میخواین پاک کنین یس رو بزنین و تمامی اطلاعات پاک میشه، حتی نمادها هم پاک میشه و شما هر بار یه نماد جدیدی که خرید فروش میکنین اول باید بیاین اینجا اد کنین اون نمادتون رو، مثلا هر چیزی که هست اد رو بزنین و بعد اینجا انتخاب به صورت خودکار انتخاب میشه و میتونین اطلاعات مربوط به اون رو از اول بزنین و دیگه توی این لیستتون وجود خواهد داشت. ممنونم از توجهی که داشتین، امیدوارم این نرم افزار بهتون کمک بکنه واسه اینکه خرید و فروش های خوبی رو توی بازار سهام برای خودتون به رقم بیارید. ممنون، خدا نگهدارتون. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.